Shuhada'una tarikhuna. Our martyrs are our history. کجا به دنیا اومدید؟ عراقی. عراقی هستید؟ بله. چند سال زندگی مشترک؟ ما 8 سال. 9 سال. نه سال. تقریبا نزدیک 9 سال. نزدیک 9 سال. تا قبل از اینکه بیام وارد این کار بشم به شهدای مدافع حرم انقدر حساس نبودم، ولی الان یکی از خبرایی که حتما پیگیری میکنم بحث حتما شهدای مدافع حرمه. ماه محرم، ما تو ماه بعد از ماه محرم این قضیه اتفاق افتاد. بچه‌هامون همینطور تو ماه محرم به دنیا اومدن و خودشون هم توی ماه محرم و سفر به شهادت رسیدن. یعنی اربعین سوریه بودن که به من پیام داد، گفتش که دارم میرم حرم زیارت و گوتم اونجا. نی حدیث راه پر خون میکنه، قصه های عشق مجنون می کند. شهادتش هم هدیه گرفتید ازش؟ بعد از شهادتش بله گرفتم. چی؟ بعد از شهادتش فکر میکنم توانی که به من داد هدیه بزرگی بود، چون خودش منو میشناخت، من خیلی وابسته بودم و احساس میکردم بعد از دیگه نمیتونم. یعنی واقعا من تا یک سال بعد از شهادتش خونه پدرم بودم و گفتم دیگه نمیتونم زندگی کنم، خونم بر نمیگردم، همینجا میخوام پیش پدر مادرم بمونم. و وقتی که اومدم از خودش کمک خواستم، گفتم کمکم کن که این توانو به دست بیارم که بتونم برای بچه‌های خودم یه زندگی خوب درست بکنم، بتونم کمک کن که من باشم. Jihad does not stop when a husband is martyred on the battlefield. That is where it begins. A wife must keep memories aflame so that her children may understand what it takes for a sacrifice to become truly Husseini. چهارشنبه بود، بعد خودش گفتش که خیلی خوشحالم که چهارشنبه دارم میرم، به خاطر اینکه شما رو نمیتونم تو خونه نمیبینم تنها و برم، فاطمه تعطیل شده، دارم شما رو میبرم میذارم خونه مامانتون رو میرم که بعد چند روز تعطیله. بعد روزی هم که میخواست برگرده چهارشنبه به من زنگ زد، گفتش که من جمعه دیر وقت پرواز دارم، شما خودتون آژانس بگیرید برید خونه، چون فاطمه صبح زود میره مدرسه. بعد روز بعدش قرار بود بیاد. روز بعدش قرار بود بیاد که به من گفت آژانس بگید شما برید خونه، من جمعه دیر وقت پرواز دارم، دیگه شما فرودگاه نیاد، من خودم مستقیم میام خونه. بعد خودش هم گفت پنجشنبه من امکان داره نتونم گوشیمو جواب بدم یا نتونم تماس بگیرم، شما نگران نشید. پنجشنبه چند زنگ زدم دیدم گوشیشو بر نمیداره. من خودش هم تماس نگرفت. دیگه جمعه صبح دلم آشوب شده بود، خیلی نگران بودم. بابام گفتم نمیدونم چرا از محرمش خبری نیست، گفت من خودش به اسپینا نداده، گفته من شاید پنجشنبه نتونم زنگ بزنم، خب فردا که خونه است دیگه، ولی یه نگرانی خاصی داشتم. بعد محمد حسین هم سرما خورده بود، یه سرفه‌های خیلی شدیدی داشت، بابام بردیمش بیمارستان، دیدم دائم گوشی بابام زنگ میخوره، هی همش بهش میگن کی میای خونه. اصلا نبود که ممکنه اتفاقی برای محرم افتاده باشه، اصلا به این موضوع فکر نکردم. بهشون گفتم چی شده،
گفتم که هیچی. گفتم خب شما دارید گریه میکنید بعدم میگید چیزی نشده. خب بگید چی شده. یه دفعه مادرم برگشت گفتش که مادرم پاش تیر خورده تو سوری آوردنش. ما دیگه اینم حداقل داشتم. بریم بقیه اصلا بریم ببینیمش. که من اصلا برادرم زد زیر گریه گفت مادرم شهید شده. Death is inevitable. We all know this. But have we ever asked ourselves how we ought to die? Have we even asked ourselves how we ought to live? سلام محمد حسین. گهگداری فقط میخواد که بابا باشه. مثلا منو بغل کنه. بیاد مهد کودک دنبالم. میتونست نره. چرا رفت؟ من اینو خیلی شنیدم. خصوصا اون اوایل میگم چون عمر اولین شهید سوریه بود. به خصوص زمانی که سر مزارشون میرفتم سوال میکردن چرا رفتن؟ به اجبار رفتن یا اینکه بهشون پول دادن رفتن؟ این آره من خیلی اذیت میشدم. بعد یاد حرفای خودش میافتادم که مثلا میگفتش که هر جایی هر ظلمی به هر مسلمونی بشه وظیفه ماست که حضور داشته باشیم، باید بریم و دفاع کنیم. گفتم کاش مردم میدونستن طرز فکر شهید و اینکه میدونستن خودشون با چه نیتی رفتن، بعد این سوال از آدم نمیکرد. Had it not been for the readiness of those who truly understood the word love to go and give their lives in the way of Allah, there would be no Ali ibn Abi Talib. There would be no Hussein ibn Ali. There would be no Zainab bint Ali. دوست دارید بهش چی بگید؟ اول از همه اولین چیزی که میاد تو ذهنت بهش بگی چیه؟ دوست دارم بهش بگم دلم برات خیلی تنگ شده. Dear sister, there is something waiting for you at the end of all this. Something greater and far more beautiful. Allah has a gift for you, waiting in the hands of your husband. یه دنیا غریبم کجایی عزیزم بیا تا چشام تو چشمت بریزم نگو دل بریدی خدا نکرده ببین خواب چشمت با چشمام چی کرده همه جا رو گشتم کجایی عزیزم بیا تا رگامو تو خونت بریدم بیا رو تو رو کن منو زیر رو کن بیا زخمامو یه جوری رو فرخون عزیزم کجایی دقیقا کجایی تو بی من تو بی من کجایی عزیزم کجایی دقیقا کجایی تو بی من تو بی من کجایی شما چجور به دخترتون گفتید پدر شهید شده؟ فاطمه میدونست این قضیه رو. یعنی ما وقتی که بهش گفتیم که این اتفاق افتاده من که خودم موندم. گفتم چطوری به فاطمه بگم با اون ارتباطی که با پدرش داشته اینقدر اینا به هم وابسته بودن حالا که این اتفاق افتاده من چطوری به فاطمه بگم؟ بابا وقتی که خارج از کشور بودن مثلا ماموریت داشتن زنگ زدن با مامان صحبت کنن با شما هم صحبت میکردن؟ کم صحبت میکردن احتمالاً شما مشکل تلفن داشتی نه؟ نه میگفت نمیتونم باش تلفن صحبت کنم الانم از اون موقعی که اون خواب دوستو دیدم دیگه نیومده تو خوابم این 4 سال فقط اون روزی اومده که به من خبرشو دادن دیگه این 4 سال نیومده نمیدونم چرا لباس سفید پوشیده بودن با ساک اومدن از من خداحافظی کردن خواستن که مواظب محمد حسین باشن زیاد گریه نکنم بعد من نمیدونم چرا هی داشتم گریه میکردم بهتونم بازم گفتن هی داشتم گریه نمیدونستم چرا همجوری گریه میکردم بعد تعجات پدرم مواظب برادرت باش گریه نکن بعد از خواب پرید روزه که به تشتیم جنازه بابا من خیلی بیشتر گریه میگیره
مادرم که اصلا همش بیهوش بوده. اول پدرم آورد از سر کوچه مادر بزرگم، اینا خواستم ببرنش اول توی خونه، بعد همه توی کوچه جمع شده بودن داشتن سینه میزدن، همه ناراحت بودن. بعد منم رفته بودم، هی به میگفتم با بابا بای بای کن، گفتم من نمیتونم با بابا بای بای کنم اگه بابا بر نمیکرده. What you love the most in this world, give it to Allah. ما از سوختن بمی ترسیم که پروانه های عاشق نوری، و هر جا که نور ولایت است گرد آن حلقه می زنیم. پیام ما استقامت است و این چنین آینده از آن ماست. العاقبة للمتقین.